آمده ام به درگهت تضرع و دعا کنم، ز سوز دل به خانمت شور و نوا بپا کنم. آمده ام به درگهت تضرع و دعا کنم، ز سوز دل به خانمت شور و نوا بپا کنم. هزار بار و بیشتر توبه اگر شکسته ام، هزار بار و بیشتر توبه اگر شکسته ام. آمده ام بار دگر به توبه ام وفا کنم، آمده ام بار دگر به توبه ام وفا کنم. یکی از خواص مفرمد و اسامی اینه که صحت بدنه ماه رمضان. در روایات دیگر می‌فرمایند یکی از مطالب و خواص ماه رمضان سپر در مقابل آتشه. باز از پیغمبر صلوات الله علیه و آله معصوم اینه که از صوم جنت و من النار، یه وقایه است، یه سپری در مقابل آتش. منتها ببینیم این سپر رو قلابی درست نکنیم، از این پلاستیکا نباشه، فریزرهای یه بار مصرف آتش بهش میرسه ذوب بشه، ظرف یه بار مصرف نشه تا هوای آتش بهش خورد و داغی خورد ذوب بشه. سپر فولادی درست کنه، چوبی هم درست نکنه، زود یواش یواش میسوزه. حقیقتا روزه باشه. در روایت داریم نگاه کنید برای موندن برای دیگران کار نکنید، برای خودتون هم یه مقدار کار کنید. حدیث داریم همش برای خودتون کار کنید. فرمود جمع مال و خونه و ماشین اینا میاد به ورثه، هیچی نمیتونه تو قبر ببره، اما نماز و روزه و خمس و زکات و صداقت و خوششمی و بحث اینا رو باید با خودش ببره. حالا ببینیم قلابیاشو میخوایم ببریم تو قبر، اونجا هم راه فرار نیست، اونجا ادا اطفال در آوردن نیست، بگه خدمت ترشبت که این خربوزه چجوره اصل قوغاز ای خبران نیست، چون نمازه که دیده نمیشه، همه میگن الله اکبر، آخرشم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا میدونه چندین هزار شکل داره این نمازهایی میخونیم. روایت داریم ملک هر روز تو قبرستان ها به اهل قبرستان ها میگه چی دوست دارید؟ آرزوتون چیه؟ میگن میخوایم برگردیم به دنیا، فقط این آرزومونه، بریم در مساجد نماز جماعت برگزار کنیم. روایت در کتاب الصلات وسائل، مستدرک وسائل من لا یحضر، حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام بعد مرگ و دفن مادرش مریم عذرا سلام الله علیها رفت کنار قبر، نبی میشنوه و مادر چی دوست داری؟ ولی پسرم دوست دارم برگردم به دنیا، روزهای بلند تابستون روزه بگیرم و هوای سرد زمستون پاشم با آب سرد وضو بگیرم و نافله شب بخونم. این دوتا منفعت داشته اینجا برام، اینجا به کارم بیاد، اونم قدیم نه الان. وقایه و سپر قرار بده در مقابل آتش روزشون. بعضی روایات داریم شهر الاسلام ماه رمضان، شهر الصیام، شهر الرحمه. چرا؟ از اول ماه تا آخر ماه منادی ندا میکنه، بقیه سال فقط سر شب جمعه تا صبح تا طلوع آفتاب منادی ندا میکنه، کسی هست بیاد استغفار کنه؟ شبهای قدر هم همینجور از سر شب تا طلوع آفتاب منادی ندا میکنه، اما ماه رمضان از اول ماه تا آخر ماه صبح و شب. شهر برکت روایت داریم، خب حدیث داریم به عمرم برکت میده روزه. شهر رحمت، شما نگاه کنید چقدر بعضیا به بحث فقرا رسیدگی میکنن، اطعام چه خبره؟ بعضی فسق و فجوران میاد پایین، البته به اون اندازه که محرم سفر میاد نه، اما خیلی هاش میاد پایین در ماه رمضان. یکی از معانیش میخوایم امروز عرض کنیم، رحمت. خب ماه خیلی برکت داره، روایت از آقا حضرت رضا سلام الله علیه از پدرش
موسی بن جعفر علیه السلام، از پدرش حضرت صادق علیه السلام، از پدرش امام باقر علیه السلام فرمود شنیدم از پدرم علی بن الحسین علیه السلام، حضرت فرمودم شنیدم از حسین بن علی. فرمود شنیدم از پدرم امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام، ایشون فرمود شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که اواخر شعبان خطبه خوندند. خواهم پیرامون این خطبه عرض کنیم در این ماه. قد اقبل الیکم شهر الله، شهر بالبرکت و رحمت و المغفره. خب نفس کشیدن در این ماه روایت داریم عبادت، خوابیدنش عبادت. نه هر نفسی ها معصیت بکنه نفس بکشه، همه نخیر، طاعت. یکی از رحمات همینه رفقا، رحمت به نیکی میگن که از طرف خداوند متعال در محلش واقع شده، اگر نه نعمت میشه. باران رحمته، عین رحمته. اما یه وقت باران یه فصل میاد، جوها رسیده، خرمنش رو جمع کردن، وقتی اینه بکوبن خرمنو، یا نه میخوان درو کنن، فردا باران روی نامی باره، سبع سنابلش کپک میزنه، خاکستر میشه. این میشه نعمت. باران در غیر فصل، باران رحمت در غیر فصلش نعمته. خب سیل یه وقت میاد، چطور شد باران زیاد شد؟ باران رحمت بود، سیل اومد چه خانواری برد، نعمت شد به اعمال. چشم داده خدا، چشم رحمته، ببینیم همه چیزو. چشم نباشه زندگی مختله. خب چیکارش میکنیم؟ به نامحرم نگاه میکنیم، به ناموس مردم نگاه میکنیم، نعمتش کرد. فرمود از رحمتی که خدا برات داده در غیر محلش استفاده میکنی، نعمت برات هست، که هیچ کفران نعمت کردی، کفران رحمت کردی. برات می نویستن گناه هر جدا می نویستن، میگن این چشم برای این کار ندادی بودیم، چرا در اینجا استفاده کردی؟